به نام خدا. سلام. خب توی این قسمت میخوایم یه مقدار راجع به چیزهایی که تا حالا یاد گرفتیم در واقع بیشتر تمرین حل کنیم و دو تا مسئله نسبتاً ساده، بگیم خیلی ساده حتی، توی جاوا با هم راجع به رشته ها حل کنیم. مسئله اول اینجوری هستش که میخوایم یک رشته رو در بگیره و اندیس های فرد اون رشته رو حذف کنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید این رشته رو مثلا ببینید، مثلا اسمش رو بذاریم هلو، علامه تعجب. خب 0 1 2 3 4 5 ما میخوایم یه چیزی بنویسیم که فقط اندیس های فرد این رشته رو حذف کنه و یه رشته جدید بهمون بده، که قطعا خوب این میشه برابر میشه با اگر بخوایم اندیس های فردش رو به حذف کنیم میشه H L O، اینجوری میشه. سه تا اینم که خالیه دیگه. یه همچین برنامه ساده میخوایم بنویسیم. خب بدیهیه که واسه این نوشتن این برنامه باید از حلقه ها و شرط و این حرف ها استفاده بکنیم. حالا من توضیح خیلی مختصری حین کد میدم، ولی اگر با شرط ها و حلقه ها حداقل با حلقه فور و ایف آشنا نیستید، لطفا ویدیوهای صادق علی اکبری عزیز، دکتر صادق علی اکبری عزیز رو نگاه کنید و بیشتر آشنا بشید. اگر هم که آشنایی دارید که دیگه مشکلی نیست. من فعلا نمیخوام ورودیم از ورودی استاندارد بگیرم، همینجوری مینویسم، میگم string str مساوی hello مثلا، همون چیزی که اینجا نوشتیم. حالا میخوایم یه رشته داشته باشیم که در واقع فردهاش رو حذف کرده باشیم. خب من اول استرینگ تعریف میکنم، result مساویه که اول خالیه. یه نکته ای فقط دوستان، حالا بذارید بنویسم بعد میگم. استفاده از رشته برای نگهت result اصلا اینجا بهینه نیست و چیزهای بهتری میشه استفاده کرد، ولی حالا ما فعلا کار نداریم. خب از فورهای استفاده میکنیم. من اینم یاد بگیریم با هم دیگه، مثلا اینتریجر شما یه حلقه فور میخواید بنویسید، یه فور آی بنویسید. خب میگه فور آی، آی مساوی صفر، آی کمتر از چقدر باید باشه؟ string.length اگر بود آی پلاس پلاس. خب من اینجا میتونم یه شرط ساده بذارم، بگم اگر آی درصد صفر مساوی بود با یک، درصد صفر درصد دو، اگر آی فرد بود result مساوی است با result به اضافه، خب result مساوی میشه با result به اضافه str.caret i و میبندیمش، فرمت هم میکنیم کد رو. نکنید بچه ها حتما به فرمت کردن کد و اینکه کد فرمت درست داشته توجه کنید. یعنی مثلا من قبلش که نوشته بودم اینجوری بود، این کد اینجوری اصلا کد خوبی نیست، مثلا یک باید اینجوری بنویسه اینو، این کد بدیه. بهتره کد همیشه در واقع فرمت شده باشه. حالا این کد فرمت شده، خب این کار رو که کردیم بعد میریم چاپش میکنیم ریزالت رو که ببینیم درست کار میکنه یا نه. خب اجرا میگیریم. خب به نظر میاد که بله، البته ما اینجا فقط چیزای فرد رو برداشتیم. حالا اگه هم فقط بخوام چیزای زوج رو بردارم، اینو میکنم صفر، که چیزای زوج رو برداریم باید HLO بشه دیگه. خب درسته، حالی پرفکت. نکتهش رو بهتون بگم، نکته که میخواستم بگم اینجا نیا کنید، هر وقت من یک استرینگ رو با یک استرینگ دیگه کانکت میکنم، چون استرینگ من ایمیوتبل هست، یک استرینگ جدید دارم خلق میکنم. یعنی چی؟ اینجا رو ببینید، یعنی اول result داره اشاره میکنه به یه رشته خالی، در مرحله بعد result بهش h اضافه میشه، result میشه h، این یه رشته جدیده ها، این پاک میشه، پوینتر میاد به این اشاره میکنه، بعد مثلا میشه hl، دوباره این از اینجا پاک میشه و میاد اینجا و بعد در نهایت میشه HLO، دوباره این پاک میشه و میاد اینجا. یعنی نکنید توی این تمرین ساده
ما 4 بار رشته جدید درست کردیم و این هزینه بره. حالا ما توی بحث garbage collection و object life cycle بهش میرسیم. اینجا جا داشت که عوض این پلاس بیاییم از string builder استفاده کنیم. حالا اینو بزنیم مثلا فکر کنم خودش درست کنه همه چیزو، ولی خب ما فعلا کار نمیکنیم چون از string builder رو نخوندیم و بعدا میخونیم، فعلا باش کار نداریم. حالا شاید توی این تمرین بهش برسیم که در واقع مطرحش کنیم، فعلا باش کار نداریم. خب این تمرین اول بود به همین سادگی. تمرین دوم، تمرین دوم راجع به پالیندرومه. ببینید ما یک چیز داریم به نام پالیندروم، اگر درست بگم یعنی یک رشته‌ای که از هر دو طرف یکیه. مثلا رشته MAA، مثلا آما، خب، یا مثلا آنا. خب ببین این انگار یه آینه، اگر وسط این رشته بذاریم معکوس همه، از هر طرف بخونی در واقع خودشه. به عبارتی رشته پلیندرومه که ریورس اون رشته برابر اون رشته اصلی بشه دوباره. مثلا یه اسم معروف الیور رویلو، حالا این رو ببینید، این یه نام و نام خانمی الیور رویلو، این قشنگ پلیندرومه، این نام و نام خانمی بهم چسبیده. یعنی شما اگه اینو چپش کنید، یعنی بیاید از این بر بچینیم دیگه، او رو بذاریم، ال رو بذاریم، آی رو بذاریم، ای وی رو بذاریم، ای رو بذاریم، آ رو بذاریم، حالا مثلا آ رو بزرگ رو بذاریم، بذارید آ رو بزرگ رو بذاریم که متوجه شید من چیا رو چیدم، دوباره آ رو کوچیک، ای وی آی ال او، میبینید این دقیقا تناظر یک به یک با عکسش داره. به این میگم پلیندروم. خب من چجوری میتونم جواب حساب کنم یک رشته پلیندروم هست یا نه؟ کار نداره، میام معکوسش رو حساب میکنم و ببینم که با خودش برابر هست یا نه، به همین راحتی. خب میخوایم ببینیم رشته پلیندروم هست یا نه. من از همین کد قبلی استفاده میکنم، تغییرش میدم، یه چیز میکنم به نام ریورس، میگم ریورس یه دونه عبارت خالیه، میخوام یه کاری کنم که ریورس برابر بشه با چپه ریزالت و میگم خب فور آی مساوی صفر، نگیم آی مساوی صفر، بگیم از تا میخواییم بیایم، آی مساوی str dot length منهای یک، آی بزرگتر از صفر اگر باشه، آی ماینس ماینس بزرگتر مساوی باشه، بیا بگو ریورس مساوی با ریورس علاوه str.caret i، سیاوت کن که آیا str. حتی بذارید اینو لوور کنیم، هرچی که میدیم لوور کیس باشه، که نمیخوام اگر ساری str. لوور کیس، چون برای مهم نیست که هر حروف کوچیک، str. equals reverse و بزنیم. خب برای اینجور طبیعتا باید بگه فالس. خب عالی، حالا بیدی رشته کوچولو رو تست کنیم، آنا، ببینیم آیا آنا پلیندروم هست یا نه. خب ترو، اوکیه. حالا بیدون پیش در رو چیز کنیم، بگیم الیور، الیور چی زدیم، الیور رویلو، ببینیم چی میشه، تو درست داره کار میکنه. حالا بذارید این مفهوم کوچیک تابم بگیم، نه بلشون بذارید در حد دو تا تمرین باشه، بذارم چقدر زمان بردیم ما توی این تمرین، ده دقیقه. نه خب دو تا کار میتونیم بکنیم، یا استرینگ بیلدر رو بهتون بگم و یا فانکشن. من ترجیحم با استرینگ بیلدره، بذارید اینجا با استرینگ بیلدر با هم آشنا بشیم، ببینیم دو تا تمرین چجوری میتونستیم با استرینگ بیلدر بنویسیم. خب ببینید اگر اینجا دیده باشید، من گفتم که وقتی من هی استرینگ رو دارم کانکت میکنم به اضافه یک استرینگ دیگه میکنم، هی دارم استرینگ های جدید درست میکنم، هی دارم دوباره کاری، هی دارم آبجکت های جدید میسازم. چرا؟ چون استرینگ میوتبله. برای اینکه این مشکل رو حلش کنیم، در جاوا یک کلاسی داریم به نام استرینگ بیلدر.
string builder. استرینگ بیلدر کارش چیه؟ استرینگ بیلدر کارش مثل انگار یه مثلا صف میمونه یا مثل یه لیستی میمونه. شما میتونید هر چی بخواید بهش اضافه کنید بدون اینکه چیز جدیدی درست کنه. یعنی یه چیزی داره به نام اپند. در واقع مثلا شما میگه استرینگ بیلدر مثلا sb مساوی حالا نیو استرینگ بیلدر که حالا و نوتیشن خاص خودشه، میتونید بگید sb.append کن یه چیزی رو، مثلا یه رشته ای مثلا علی، خب این میاد ته اون اضافه میشه. یا مثلا میتونید بگید append کن یه کاراکتر رو مثلا a کاراکتر با سینگل کوت، خب a میاد append میشه ته، همچین چیزی. این باعث میشه که سرعت در واقع کد شما و افیشنسی حافظش خیلی بره بالا. چجوری میتونیم این کار رو بکنیم؟ خب بدیهیه که من میتونم اینجا بگم یه استرینگ بیلدر باید تعریف کنم. حالا من برای چی میگفتم الان خیلی راجبش صحبت نکنیم؟ چون شما باید بگید حالا نیو چیه؟ حالا بگید نیو یعنی یه استرینگ بیلدر درست کن. حالا بعدا تو object orientation با این با هم آشنا میشیم. ولی فعلا بدونید که وقتی من دارم نیو میکنم یعنی میخوام یه بیلدر بسازم. یه موقع یه استرینگ بیلدر بساز و بذارش توی بیلدر. حالا میتونم از بیلدر استفاده کنم. اینجا میتونم بگم بیلدر دات append کن چی رو؟ این کاراکتر رو، این کاراکتر رو به بیلدر append کن، به همین سادگی. و در نهایت هم بیا بگو که reverse مساوی بیلدر دات تو استرینگ. بیلدر دات تو استرینگ رو که کال کنم، استرینگ نهایی بیلدر رو در یک استرینگ در واقع برای شما جایگذاری میکنه. و اینجوری میتونیم ببینیم که آیا اینا با هم مساوی هستن یا نه. میگه فالس شد. بیلدر رو اپند کن کرت فلان. چرا؟ خب بذارید من یه دیباگ کنم، باید درست باشه. کرت آی رو داریم از اون تر میایم. آلیور آها آها فهمیدم برای چی. برای اینکه باید بگیم استرینگ مساوی استر دات تو لوئر کیس، برای اینه چون آپر و لوور کیس رو ما عوض نکردیم و الان true دیگه. اوکی، یعنی دوتاش تو لوور کیس کم کرد چون این آره و اون آره با هم فرق دارن و اوی بزرگ و اوی کوچیک توش هست، باید همهشون لوور کیس بشن. خب ببینید این هم کاربرد استرینگ بیلدر. پس شما خیلی جا برای اینکه پرفورمنس برنامه‌تون رو ببرید بالا و بهتر کد زده باشید، اگر کانکتیشن استرینگ زیاد دارید حتما و حتما از استرینگ بیلدر استفاده بکنید. حالا یه چیز خیلی باحال من اینتلیجه هم بهتون نشون بدم که ببینید چقدر این اینتلیجه واقعا خفنه. ببینید این کد قبلی ما بود، من با کنترل زد میتونم برگردم به گذشته. ببینید اینجا خود اینتلیجه ای داره به شما در واقع یه نکته ای رو میگه. نکتهش اگه روش نگه دارید میگه آقا داری با پلاس هی توی یک لوب کانکت میکنی، این کار خوبی نیست، بیا درستش کن. اگر میخوای درستش کنی میگه چیکار کن؟ آلت انتر بزن. ببین این ور رو بزنی بهتون نشون میده. من اگه یه آلت انترم روش بزنم میگه خب، میگه چیکارش کنم؟ میتونم میگه میتونم با اپند چیزاش کنم، میتونم علاوه مساویش کنم که بهتر بشه، حالا یه چیزای دیگه، ولی بهترین کار اینه که اپندش کنیم. ببین میگه استرینگ بیلدر رو اپند کنم. یعنی چون اینجوری کردیم خراب کرد کارمون رو. بعد اینجا پیست کنه درستش کنه. آره خودش میگه، میگه کانورت کنم از استرینگ به استرینگ بیلدر میام. آره دست درد نکنم، یعنی همون کاری که من کردم را خودش کرد کاملا ترتمیز. این تایم که اومد گفت مثلا دیگه توی استرینگش رو بیا ایکوازش رو بگیر و کد واقعا کد درستیه. این نشون میده که چقدر اینتلیجنس خفنه و چقدر به درد بخوره. پس شما توی استرینگ بیلدر میتونید چیزهایی رو اپند کنید، حالا میتونه عدد هم باشه. یعنی مثلا من میتونم اینجا بگم بیا به مثلا reverse dot append کن. ببین اینجا میتونم عدد بگم، مثلا میگم 123، میتونم عدد اشاری بدم، خیلی چیزا. اینجا رو مثلا بزنم کنترل پارامترز رو بزنم، کلی چیز بهمون میگه. حالا من داکیومنتیشنش رو گرفتم، میگه append هر چیزی رو تقریبا شما میتونید، عدد نمیدونم رشته هر چیزی رو میشه append. استرینگ بیلدر چیزای باحالتری هم داره. یکی مثلا set length، میتونه لنگثش رو کم و زیاد کنه، میتونه insert کنه توی اندیس خاصی، فقط به پشت نندازه، وسطش
این رو اضافه کن و تو استرینگ داره، ایندکس آف داره میتونه دنبالش بگرده، ریپلیس داره، ریورس هم داره. یعنی اصلا این کارو میتونستم من اینجوری بگم، من میتونستم بگم اپند کن کل اون استرینگو، یعنی مثلا بیا میمونم آیا از صفر شروع میکردم خب و میگفتم آی کوچک تر مساوی است با str dot length سمن های یک آی پلاس پلاس، بیا اینو اپندش کن و بعد بیا ریورس دات ریورس دات تو. دقیقا با یه ریورس ساده من این کارو کردم و حتی میتونستم اینم کوچیک‌تر کنم، یعنی بگم آقا استرینگ بیلدر رو که ساختم بگم ریورس دات اپند کن str رو و بعد اونو ریورسش کن و اون رو بذار توی خود ریورس. حالا اینم بذار اسمش رو بذاریم بیلدر که خیلی گنگ نشه براتون. یعنی ببینم تو استرینگ بیلدر من گذاشتم و از خود استرینگ بیلدر خواستم ریورسش کنه و کردش دیگه. استرینگ بیلدر چیزای خیلی باحالی داره، حالا خودتون حتما یه نگاه بندازید و با مزیت‌های جدیدش آشنا بشید. خب من سعی کردم اینجا یه مقدار با هم کد بزنیم، یه سری دو تا مسئله خیلی خیلی راحت و ساده حل کردم، فقط منظورم آشنایی بود. حالا ان شاءالله بریم جلوتر با آرایه ها و تابع هم آشنا بشیم، با این دو تا مفهوم آشنا بشیم، اونجا دیگه میتونیم یه ذره مسائل جدی تری با هم دیگه حل کنیم و همچنین آرایه رو داریم، فانکشن ها رو داریم و ورودی و خروجی استاندارد در واقع متد ها رو داریم، اونجا یه ذره مسائل باحال تری میتونیم با هم حل کنیم. فعلا خدا نگهدار تا بعدن که به این مباحث برسیم. خدا حافظ.